بسم الله الرحمن الرحیم. دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین جهت با یک دیگر پیوسته ایم. رشته ما یک تولایش بس است، چشم ما را کیف صحبایش بس است. مستی او به خون ما دوید، کهنه را آتش زد و نو آفرید. عشق او سرمایه جمعیت است، همچو خون اندر عروق ملت است. عشق در جان و نسب در پیکر است، رشته عشق از نسب محکمتر است. عشق ورزی از نسب باید گذشت، هم از ایران و عرب باید گذشت. خدمت شما بینندگان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال دلتان خوب باشه و زندگی آرام و موفق داشته باشید. بسیار خوشبخت و خرسند هستیم که بار دیگر مهمان نگاه‌های شما قرار گرفتیم و این توفیق نصیب ما شد که در جمعه دیگر و در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های به وقت بیداری خدمت شما برسیم. همانطوری که در برنامه‌های هفته جمعه‌های گذشته شما دنبال کرده اید، موضوع بحث ما و عنوان بحث ما سیمای پیامبر اکرم در آینه وحی هست و این موضوع را در خدمت مهمان گرامی، استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی هستیم و اجازه بدهید که سلام عرض کنم خدمت استاد و از استاد هم بخواهم که سلام علیک اگر داره با شما بفرماید تا بحث رو ادامه بده. خب استاد گرامی سلام علیکم و بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم، بنده هم خدمت شما بینندگان محترم سلام و ادب و احترام تقدیم میکنم. انشالله که ایام به کام نبوده باشه. انشالله که همینطور باشه. خب استاد گرامی، ما و بینندگان گرامی مشتاقانه منتظر هستیم که ما را در سر دسترخوان قرآن و مائده وحی مهمان کنین و از زبان قرآن از پیامبر عظیم الشان با ما بگوین. در برنامه های گذشته آیاتی را که بحث فرمودین بیشتر برمیگشت، یک بخشش به ویژگی های آسمانی و صفات عرشی آن پیامبری که ایشون پیام نبی هستند، ایشون رسول هستند، ایشون و همینطور یک سری ویژگی هایی که برمیگرده به رسالت آن حضرت، بشارت و نظارت و اینکه داعیان الله هستند. خب این هفته سراغ کدام آیه میرید و چی خوشه های از خرمن قرآن برای بینندگان ما برمغان آورده اید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله دستگلی رو از بوستان قرآن در این نوبت محضر بینندگان محترم تقدیم میکنم، از سوره مبارکه آل عمران آیه 159. بله. که در این آیه خدای متعال اول یکی از خصلت‌ها و صفات رفتاری پیغمبر رو مطرح میکنه و بعد هم اون سلوک اجتماعی که لازم پیغمبر در قبال امت داشته باشه رو خدا داره به پیغمبر گوشزد میکنه و تذکر میده. آیه ای رقم شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله. میگه ای رسول ما، ای که شما داری با مردم مهربانانه برخورد میکنی، این لطف خداست. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر محبت خدا و لطف خداست که شما برخورد خوبی با مردم داری. بله. نرم و خوشخو و خوشخو و خوشگو و خوش زبان هستی با مردم. و
بعد میگه همین عامل جذب مردم میشه. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر شما یا رسول الله یک مقداری تند خومی بودی، در گفتار یک مقداری پرخاشگری میکردی، مردم از دول شما خلوت میکردن، لنفذوا من حولک، تو تنها میبودی. درست. دیگه رقم نبود که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم دسته دسته بیاین به دین شما، به مرام شما، به مکتب شما اعتقاد پیدا کنند. بیان این آیه برای بنده بسیار جذاب هست. خدا اینجا نمی فرماید که پیامبرم تو نرم خو باش، لنت باش برای مردم، یا خوش قلب باش، بلکه داره حکایت میکنه بله. که به لطف و رحمت من تو همین قسم هستی، همین رقم هستی. بله بله، خدای متعال داره صحبت از همین مسئله میکنه، دستور نمیده به پیغمبر، بازگو میکنه یک حقیقت و واقعیتی که بله در رفتار و منش پیغمبر هویدا بود، و این هم برخواسته از همین لطف خداست، رحمت خداست. بله. اگر خدای متعال رحیم است، اگر خدا رحمانه، پیغمبری هم که برای دستگیری مردم میفرسته، باز او هم مهربان است، باز او هم خوشخو است. در واقع جلوه از رحمانیت خداوند و رحیمیت خداوند در پیامبر بله. نمودار هست. این انعکاس اون رحمت خدا بله. میتونه انسان در آینه وجود پیغمبر مشاهده کنه، تجلی پیدا کرده است. درست. پس آیه با این شکل شروع میشه و گفته میشود که یا رسول الله، این لطف خداست، رحمت خداست که تو با مردم نرم و ملایمی. فبما رحمت من الله لنت لهم، اما اگر پیغمبر یک مقداری در گفتار و در رفتار تندی میکرد، خشونت خرج میکرد، صعوبت در گفتار و در رفتار داشت، خدا داره این پیشگویی رو میکنه که مردم از اطراف تو جدا می شدن. به تعبیر سعدی که گفت وگر تند باشی به گفتار و تیز، جهان از تو گیرند راه گریز. عامل جذب مردم اخلاق پیغمبر بود. ما در روایات داریم بیشتر کسانی که آمدن محو در گفتار پیغمبر شدن. غالب اون افرادی که آمدن به شکل عملی گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنو بربکم فآمنا، غالب اینها از پرتو خلق خوش پیغمبر مسلمان شدند، نه با استدلال پیغمبر، نه با برهانی که پیغمبر اقامه کرده بود، نه از پرتو برهانها و اقامه نمودن استدلالها و ادلهی که پیغمبر برای اثبات حقانیت خدا آمده بود اقامه کرده بود. اخلاق خوش پیغمبره، در واقع از راه دل پیامبر نفوذ کرده بود در قلب و جان امت. بله، در قرآن میخونیم که میگه و الف بین قلوبهم، خدا آمد بین مردم الفت ایجاد کرد، دلهای اونها رو متمایل به تو کرد یا رسول الله. بله. یعنی چون تو خوش اخلاق بودی، خوش برخورد بودی، مردم جذب تو شدن. گفت عالمی را میتوان با خلق خوش تسخیر کرد، عالمی را میتوان با خلق خوش تسخیر کرد، بوی گل زنجیر میگردد به پای اندلیب. اندلیب یعنی بلبل. بله. بعد نگاه میکنی همین بلبل که میای کنار بوته یا گل مینشینه، گه جام زد، گه نعره زدی بلبل، گه جام دریدی گل، این به خاطر چیه؟ به خاطر همون بوی خوشیه که گل از خود میای متساعد میکنه. پیغمبرم چون خوش اخلاق بود، مثل گل که بلبل رو جذب میکنه، توانیست امتها رو به خود جذب کنه. بله. چقدر افرادی که خلق و خوش پیغمبر رو دیدن، انشاءالله اگر عمری باشه در نوبتهای آینده بیشتر از این اخلاق خوش پیغمبر در عرصه اجتماعی صحبت میشه، تا جایی که خدا میاد یک مدال افتخاری به پیغمبر میده و میگه یا رسول الله شما انک لعلی خلق عظیم. بله. بهترین اخلاق، بهترین عمل کرد رو شما در زندگی در خودید. اوج قله اخلاق پیغمبر قرار بله. ده. قله های اخلاق رو پیغمبر فتح کرده. ما نها کنیم یک اخلاق داریم، یک محاسن اخلاق داریم، یک مکارم اخلاق داریم. بله. اخلاق یعنی ای که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی به شما نیکی کرد شما نیکی کنه،
این میشه خلقیات، این میشه اخلاق خوش. اما گاه نه، طرف داره بدی میکنه و ما این بدی رو با نکویی داریم پاسخ میدیم. این میشود همون که امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدایا وهب لی معالی الاخلاق، مکارم اخلاق رو برم بیا عنایت کن. پیغمبر نه تنها خلق خوش داشت که نهایت اخلاق مکارم هم در پیغمبر نمایان بود، که اگر انشاءالله عمری باقی باشه این وعده رو به بینندگان بزرگوار می سپاریم که در نوبت های آینده قسمتی و بخشی و جلوه های از این اخلاق خوش پیغمبر رو در آینه قرآن انشاءالله به بحث بنشینیم. به هر حال در اینجا همین مسئله رو میای به پیغمبر مطرح میکنه که یا رسول الله خلق خوشی داری، نرم خو هستی، اهل لینت و ملایم بودن با مردمی. بسیار عالی. و ما در این زمینه بسیار بسیار محتاج هستیم که بیاموزیم از زبان شما استاد بزرگوار، که در آینه آیات قرآن سیمای پیامبر رو برای ما و بینندگان عزیز ما ترسیم میکنید. خب چی بهتر که اگر یک مقداری مستاقیتر و جزئیتر بحث رو ادامه بدهیم. اجازه بدهید من این پرسش رو خدمت شما عرض کنم که خب این خوی اخلاق خوش و نرم خویی که خداوند از پیامبرش حکایت میکنه که چنین بوده در کجاها مصداق پیدا کرده، یا در واقع بگیم چه جلوه هایی داره، چه ابعادی پیدا کرده این خلق خوش پیامبر در زندگیش؟ خدمت شما عرض کنم اینجا که تعبیر داره میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت لهم یعنی نرمی ملایمی. بله، همین نرمی و ملایم بودن در زمینه اخلاقی یعنی به دلالت التزامی میتونه خوش اخلاقی پیغمبر رو هم به مردم نوید بده. بله، حالا این نرم خویی پیغمبر میتونه ابعاد و عرصه های مختلف داشته باشه. لینت در چند جای قرآن انسان میتونه رد پای او پیدا کنه. اولین خواستگاه نرمی و لینت در دل و جان انسانه. خدای متعال مطرح میکنه که عده‌ای صاحب دلهای سنگی هستند. فویل للقاسیت قلوبهم، وای به حال اون دلی که عین سنگ شده. گاه خدا در قرآن میگه گاه حتی همین سنگ خارا و ان من الحجارت لما یهبط من خشیت الله، از اون بالا سقوط میکنه اما از خوف و خشیت الهی. و ان منها لما ینشق فیخرج منه الماء، شکافته میشه آب از دل و جریان پیدا میکنه. اما برخ از دلها متاسفانه از سنگ هم سنگتر شد، محکمتر است. بله، به اوج قساوت قلب اینها پیدا کردن که دیگه اگر انسان خواسته باشه یک اوجی بر قساوت قلب پیدا کنه میشه مرگ دل. حجاج ابن یوسف ثقفی وارد مسجد الحرام شد، ازدهام و انبوه جمعیت، خب اعتنایی هم نمیکردن که هشام ابن عبدالملک ابن مروان هست، خلیفه جانشین پیغمبر. مردم همون مناسک عبادی خوردشتن انجام میدادن، هوا گرم بود، ازدهام جمعیت هم بود، یک مقدار اذیت شد، رفت یک گوشه نشست. بله، گفت اصلا از این طواف کردن هیچی خوشم نمیاد. و سابقه های بدتر از این رو هم حجاج این شخص دیشته. بله، این در واقع وارد مسجد الحرام بس شده بوده. بله، همین عبدالملک ابن مروان سابقه های خیلی بدتر از این هم داره. به خطبه های نماز جمعه همون اول خطیب میای میگه اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، هم خود و هم شما رو دعوت به تقوا و خیشتنداری میکنم. همین شخص عبدالملک ابن مروان میگه هر کی بیای مر دعوت به تقوا کنه پاسخ ما به او با شمشیره. چنین آدمیه. نقل میکنه اینجا که بود وقتی که حوصله عبادت رو ندیش گفت بگین یک واعظ بیه چند جمله صحبت کنه، این حال از ما گرفته شه، چرا این حالت در ما ایجاد شده. یک واعظ رو آوردن و این شخص عبدالملک شروع کرد شرح حال خود رو مطرح کردن که من به این شکلم، به این رقمم، به این ویژگی ها رسیدم. حرفایی که تمام شد او واعظ طرف رو نها کرد، گفت جناب عبدالملک قد تکامل فیک موت القلب، تو دیگه در مرد دلی به اوج رسیدی، این دل تو دیگه هیچ خاصیتی نداره، خانه آخر رسید. بله دیگه، او ایستگاه آخر فعلا در تو هست.
خب گاه اوج قساوت قلب رو آدم در این میتونه ببینه. حالا در مقابل این قساوت و سنگدلی قرآن میای میگه ثم تلین و جلودهم و قلوبهم لذکر الله. گاه قلب نرم میشه، ملایم میشه، بله وقتی که یاد خدا برده میشه، اسمی از خدا آمد به میان، این قلب نرم میشه، متواضع میشه، منعطف میشه، افتاده میشه و این افتادگی سبب پذیرش میشه. مادامی که قلب انسان سفت و سنگ بوده باشه، دیگه آب موعظه به این دل نفوذ نمیکنه. درست. بهترین واعظین که بماند، پیغمبران الهی هم بیاین پیش چنین افرادی شروع کنن به موعظه کردن، بعد بازخوردی و اینه که میگن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، به ما که فرق نمیکنه چی موعظه بکنی چی موعظه نکنی. میخی آهنین نرود میخی آهنین بر سنگ، گفت گرفتمت که بکوبم بسی به پتک نصیحت، بله. چه غالب از تو توان زد که آهن سردی. آهن وقتی که سرد باشه، ذوب نشده باشه، انعطاف نمیشه بدیم برای او، حالت پذیر نیه. اما اگر کم حرارت ببینه، گرما ببینه، همین آهن سفت و سخت و زمخت میتونه انعطاف از خود نشون بده. قلب آدم هم همین رقم. پس اولین خواستگاهی که میشه انسان برای لینت و نرمی مشاهده کنه قلب انسانه. پیغمبر فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت، این لینت در قلب در اوج در پیغمبر اسلامه. بله. اگر عمل کرد پیغمبر رو هم ما میبینیم که نرمه، اگر گفتار پیغمبر رو هم ما نرم و ملایم میبینیم، این دوتا متأثر از این است که دل و جان پیغمبر نرمه، ملایم شده. و در قرآن میبینیم که خدا میگه یا رسول الله ما بودیم که علم نشرح لک صدرک. این دریا دلیر، این شرح صدر که یکی از تبعات و آثاری است که انسان قلب نرم و ملایمی داشته باشه، ما آمدیم در شما ایجاد کردیم. تنور وقتی که داغ باشه، بعد این خباز به تعبیر ما و شما این خمیره که بگیره بزنه میچسبه به تنور. چرا؟ درست. چون گرمه. اما اگر سرد باشه نمیشه. پیغمبر یک دل گرم و نرم و ملایمی داره، لذا انوار الهی به دلیا میشه. خب بعضیا ممکنه بپرسه که من چی کار کنم که خوش اخلاق و نرم خوی شوم، و میشه جواب رو از فرمایشات شما، از دل فرمایشات شما بیرون آورد که یکی از اون کارها اینه که باید قلبت و دلت و جانت باید نرم باشه و قلب ملایمی داشته باشه تا اینکه بروزش در اخلاق و رفتار که هست بله. اخلاق نیک شوه. بله. یکی از عوامل، البته یکی از بله. جوابهایی که میشه داد همینه که انسان بیایه رو بعد معنوی کار کنه، قلب خود رو تسلیم خدا کنه، تسلیم ولی خدا کنه. این یکی از مهمترین عواملیه که انسان بتونه تحول در وجود خود ایجاد کنه، تغییر در جهت مثبت شدن رو در خود انسان ایجاد کنه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده. خب انشالله. بعد از قلب دیگر چیز بله. ابعاد و چهره پیدا میکنه این نرم خویی در انسان. بله. خواستگاه دوم نرم خویی رو انسان میتونه در گفتار مشاهده کنه، یعنی زبان نرمی داشته باشه. زبان آدم تند و گزنده نبوده باشه، بلکه این نرم خویی اول در گفتار انسان نمایان باشه. در قرآن وقتی که خدای متعال حضرت موسی و حضرت هارون، خدای متعال در قرآن وقتی که داره با دو تا پیغمبر بزرگوار، حضرت موسی و حضرت هارون، علی نبینا و آله و علیهم السلام صحبت میکنه، میگه قرار شما بریم پیش فرعون. کدوم فرعون؟ همون فرعونی که داعیه انا ربکم الاعلا داره سر میده. بله. میگه بزرگترین و بالاترین خداهای شما ما هستم. ای که میگه انا ربکم الاعلا در دلی و شرک هست، چون وقتی میگه پروردگار بزرگ شما، یعنی پروردگارهای دیگری هم هستن که ما از همه سرم و خود رو هم خدا دانستن چنین جرسومه فسادی است. اما خدا میگه جناب موسی پیغمبری درسته، هارون تو هم مشاور و وزیر برادر خود موسی شدی، بازم درسته، اما وقتی که رفتیم پیش فرعون فقولا له قولا لینا، نرم و ملایم صحبت کنین خدایا.
در کلام خو مقداری لینت و نرمی بیاین اضافه کنین. اگه کارو بکنیم اثری چیه؟ لعله یتذکر او یخشا. اگر نرم و ملایم حرف زدین، صحبت های شما نرم بود، تندی نکردین، بله. شوخی نداره، فرعونه. بله. و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. شما خواسته باشیم در مقابلی و گردن کشی کنیم، پرخاشگری کنیم، خشونت بیاییم زمینه گفتار خود کنیم، بر نمیتابه. اونجا رفتیم نرم و ملایم صحبت کنیم. اگر نرم و ملایم صحبت کنیم، امید که تأثیر گذار بوده باشه. این مثالی که ما عرض کنم رو انشالله بینندگان یک مقدار بیشتر دقت بکنن، انشالله در فهم اصل مسئله کمک میکنه. بگن آقا انشالله ما در بدن خو زبان داریم که خیلی نرمه دیگه، نه؟ بله. یک چند گرم گوش دادن به هر طرف خواسته باشه میتونه زبان رو بچرخونه، هر چی خواسته باشه بگه. در مقابل این مسئله، یکی از سیفترین موادی که در بدن انسان به کار گرفته شده همون قشره که رو دندون های انسان کشیده شده، بریم میگن مینای دندان. بله. یکی از سیفترین موادیه که در بدن آدم به کار گرفته شده، حتی میگن از استخوان‌ها هم استحکام و استقامتی و بیشتر. بله. خب یک ماده خیلی نرم زبان، در کنار یک ماده که سیفترین ماده بدن هست، همین دندان. بله. خب اگر استقامت، اگر ببخشیم این سیفت بودن، درشت بودن، زمخت بودن قرار بود در هر جا جواب بده، ما باید دیرترین چیزی که در بدن ما آسیب میدید با دندان ها میبودن. بله. اما نگاه میکنی بچه طفل اشتوکیه به تعبیری، اما 5 ساله از 2 تا دندان های خراب شده. بله. 3 تا از دندان های مثلا خراب شده، کریم خوردم. بله. اما پیرمرد 80 سال سنیونه، زبانی هیچ آفت و آسیبی ندارد. لذا گفت درشتی عمر را کوتاه میسازد، ملایم شو. زبان از نرمی خود پیش بیند مرگ دندان را. مگه زبان با یک نرم قرار است که نرمی آسیب پذیری بیشتری به انسان برسانه، نه؟ بله. اما شما وقتی نگاه میکنی همین زبان نرم در مقابل دندان سفت قطعا آسیب پذیری و کمتره. دندان درد همه ما و شما شده. بله. بینندگان ما احتمالا خدای نکرده دندان درد شده باشند، اما این رقم نیست که ما شما برفته باشیم پیش دکتر صاحب مراجعه کرده باشیم بگیم دکتر صاحب یک حب ببره ما بده، یک پیچکری بکن که مثلا این دندان ما خیلی درد میکنه. بریم که تا حال چنین چیزی زبان ما درد میکنه. بس میخوام تا حال چنین چیزی بریم پیش نیومده. زبان درد، زبان درد ممکنه زخم خیلی. شه، ولی خب قسم دردی که دندان داره خود خب سراغ زبان نمیاره. قطعاً بیشتره. این همینه، انسان باید نرم و ملایم صحبت کنه. برف وقتی که میباره، انشالله خدا این باران رحمت و خود، بارش رحمت و خود رو به همه کشورها خصوصا کشور اسلامی ما هم انشالله برسانه. خب شما نگاه میکنی اگر برف قرار تون 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 بباره و به زمین بنشینه، این برف نشستنی نیه، زودی آب میشه. اما اگر نرم ملایم بیایه بله. وقتی که انسان از کلکین خونه نگاه میکنه، تمام فضای صحنه حیات سفید شده. چرا؟ بله. چون نرم بود، ملایم نشست. زبان هم اگر به نرمی گشوده باشه، انشالله این برف کلام ما به دل مردم خواهد نشست. پیغمبر یکی از موفقیت های همی بود که نرم صحبت میکرد، ملایم صحبت میکرد، توانسته بود او خشونت در گفتار رو از خود دور کنه. بیام خیلی مهمه. بله. در مباحث خانوادگی. بله. حتی در مباحث کلان اجتماعی اگر ما یاد داشته باشیم این ادبیات گفتاری رو و در کنار اون محتوایی که قرار این کلام رو ما به مخاطب و فراگیر برسانیم نرم بوده باشه، ملایم عرضه بکنیم، طرف میپذیره. گاه حرف آدم درسته. بله. اما چون درشت از آدم قبول نمیکنه. همین رقم است. بله. و مخصوصا در کشور ما معمولا بزرگترا عادت بدی که داریم این است که با بچه ها به درشتی صحبت میکنه و سخنشون و صحبتشون از چاشنی محبت و نرمی کمتر بهرمند هستند و چی بهتر و لازم است که ما
از همی در همین نکته از اخلاق پیامبر خود ما همین نکته را اگر ما بیاموزیم که خداوند پیامبرش رو توصیف میکنه که تو نرم خو هستی و یکی بله. از جلوه های نرم خویی همونجور که شما همون قسمی که شما فرمودین در نوع صحبت کردن و در کلماتی است و در قسم گپ زدن ما بروز بله. پیدا میکنه و نمود پیدا میکنه. بله. ما همین نکته را اگر بیایم رعایت کنیم در تربیت اولاد خودمان یا در رابطه ای که بین زن و شوهر هست یا رابطه ای که بین پدر و پسر هست، بین دو همسایه هست، بین دو رفیق هست و در کل بین انسان هایی که در یک جامعه اگر زندگی میکنن، او زندگی چقدر از این رو دور میشه، بله. چقدر مشکلات کم میشه. در خب ادامه فرمایش شما اگه اجازه باشه خواهش میکنم. به نکته خوب اشاره کردیم. وقتی نگاه میکنم بزرگان دین ما به همین شکل صحبت میکردن، درست. حضرت یوسف. بله، اگر استاد اجازه بفرمایید بله ما و بینندگان محترم بله بفرمایید یک میان برنامه ای را ببینیم و باز برمیگردیم به انشاءالله. صحبت های شیرین شما. انشاءالله که از خداوند میخواهیم که اخلاق ما هم اخلاق محمدی شود و قلب نرم و زبان خوش داشته باشیم با هم دیگه، با اطرافیان خود، در خانه، در کوچه، در بازار. چقدر زندگی ما تغییر میکنه. از خداوند انشالله که میخواییم به عظمت پیامبرش این ویژگی را به ما ارزانی کنه. بینندگان محترم، پول ارتباطی شما عزیزان مهربان فارسی زبانهای گرامی با برنامه خودتان، برنامه به وقت بیداری، مثبت 964 780 255 4013 است. از طریق واتساپ برنامه، تلگرام برنامه میتونید شما هر نظر و پیشنهاد و گپ و سخنی که دارید با ما در میان بگذارید. سوالایی که دلتان هست درباره موضوعات مختلفی که در برنامه بیداری در طول هفته پخش میشه، شما میتونید از طریق همین شماره به ما بفرستین و ما با کارشناس های بزرگوار ما مطرح میکنیم و پاسخ او را در سر وقت شما میفرستیم یا در شبکه از طریق همین برنامه ها پخش میکنیم. خب یک میان برنامه ای را میبینیم و برمیگردیم. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به با امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه هست که مطمئن می شود. هزار آینه می روید به هر جا می نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان،
هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت روز در اهتزاز باشد. در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند، جان می کنید. دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد می زنند ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان گرامی. بسیار خوشحال هستیم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید. بدون فوت وقت اجازه بدهید بریم سراغ مهمان بزرگوار کارشناس محترم جناب استاد روحانی. ما بحثشان را به خاطر وقفه که لازم بود گرفتم و قطع کردم. از ایشان میخواهیم که ادامه بحث رو بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید، نکته خوب شما اشاره کردین و خواستم در پیوست و پیوند با کلام حضرت عالی اشاره کنم که بزرگان بله. یکی از سنت های ثابت همین بود که در هنگام صحبت کردن خیلی دقت میکردن که طرف مقابل رو به یک شکل جذب خود خوب کنن، به این توأم با نرم صحبت کردن، توأم با شخصیت دادن و چیزی که لازمه و میطلبه که امروز پدر، مادر، بزرگتر، بله، استاد و معلمی که سر صنف میره به شاگرد و متعلم خوب با همین دید نگاه کنه. قرآن وقتی که داستان حضرت یوسف رو میای بازگو میکنه، خب جناب یوسف سن و سال ندیش، یک طفل بود، شب خوابی میبینه و صبح میای پیش پدر میگه یا ابته انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین. دیشب خوابی دیدم که هم خورشید هم ماه و هم 11 تا ستاره دارن به ما سجده میکنن. جناب یعقوب، خب کسی که خدای متعال علم تعویل رؤیا رو به او آموخته، میداند که این خواب خواب معمولی نیست. حقیقت این خواب یوسف رو جناب یعقوب میفهمه. نگفت که خب سن و سالی نداره، این بچه خوردی هست، برو داخل کوچه بری خودی بچه ها بازی کن. بهترین عمل کرد رو اولا در شنیدن این خواب که یوسف دیده داره از خود خونشون میده، حرف رو میشنوه. بله. چیزی که امروز کمتر دیده میشه، ما حوصله شنیدن حرف کوچکترها رو گاه نداره متاسفان. و بعد از اینم که شنید، با بهترین بیان و گویش که توأم با مهربانی است، توأم با عطوفته، آمد گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیتا. عزیز پدر، یا بنی در فرهنگ قرآن یعنی عزیز من، نور چشم من، هستی من، وجود من، جان پدر، جان پدر، بارک الله، خدا رحمت کنه. این که میگه جان پدر یعنی تو همه چیز زندگی من هستی. چقدر ادبیات زیبا و فاخریه یک طفل وقتی که ببینه پدر داره اینگونه مؤدبانه با او صحبت میکنه، به تعبیر اینگونه داره با او شخصیت میده. بله. دیگه جایگاه خور حفظ میکنه. بعد این وسط کلام شما امروزه ثابت شده که واژگانی که ما به کار میبریم، این واژه ها ممکنه بار مثبت یا بار منفی یا به تعبیر امروز انرژی مثبت یا انرژی منفی داشته باشه.
هرچی ما کلمات به کار میبریم که انرژی مثبتش بیشتر باشه، این انرژی در او مخاطب ما تاثیر میگذاره و او جذب کلمات ما و جذب ما میشه. ولی اگه بحثش باشه که دیگه به قول قرآن لنفذ من حولک میشه دیگه، از اطراف آدم پراکنده میشه. قرآن به همین تاثیر واژگان در کلام خیلی تاکید داره، میگه قولو للناس حسنا، بهترین حرف ها رو بیاییم بزنید. و این توصیه ها رو ما در قرآن داریم، توصیه های طلایی، ولی متاسفانه انگار به گوش ما نخورده. بله. و ما در عمل و رفتار و اخلاق و منش ما متاسفانه درشتگویی و درشتخویی و عبوسی در چهره ما. ما که میگیم یعنی نوع بر صورت مسلمان ها و امت پیامبر متاسفانه بیشتر نمایان هست تا عکسش آنچه که خواسته قرآن و پیامبرش باشه. گفت آواز خدا همیشه در گوش دل است. بله. او دل که دهد گوش به آواز خدا. اینا قرآن گفته. بله. ما نیاز هست که یک رجوع بازگشت مجددن به فرهنگ قرآن اهل بیت علیه السلام داشته باشیم. به هر حال این هم میشه قسمتی از اون لینتی که باید انسان داشته باشه. و پیغمبر همین رقم بود، نرم و ملایم صحبت میکرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه یک دستور العمل در ارتباط با دیگران میای مطرح میکنه که این جزء معجزات اهل بیت علیه السلام. بله. آهام فمن لین لمن غالبک، کسی که با تو تندی میکنه درشتی میکنه تو با اون نرم باش. لین لمن غالبک یوشک انتلین لک، اگر او تندی کرد به شما آمدی مقداری محبت کردی، لینت به خرج دادی، ملایم با او رفتار کردی، او هم که خب یک انسانی مثل ماست، عاطفه داره، دل و جان داره. قطعاً. بعد امیرالمومنین میفرمایند امیده که انشاءالله او هم با برخورد درست شما اصلاح بشه. یوشک انتلین لک، گاه نکنین هوای زر سرد تابستان خصوصا در برخ از مناطق کوهستانی این پوست دست آدم خشک میشه نه؟ بله. ای بسا گاه خون بشه. بله. خب وقتی که خون میشه یا مثلا خیلی زمخت میشه، سفت میشه، ما چه کار میکنیم؟ خود سنگ پا برمیداریم سنباده میکنیم؟ معمولا نرم کننده بر صورت کریم میزنیم. بله. کریم چرب میکنیم. بله. درشته، اما ما نرم میکنیم تا اون نرمی رو انشالله بمانه. بله. اگر کسی درشت بود سنگ پا نباشیم ما در مباحث خانوادگی. اگر زنی مثلا بخواهد که طعم شیرین زندگی در کنار شوهر خود درک کنه، اگر گاه مثلا به خاطر مسائلی که در جامعه هست، رکودهای اقتصادی، نوسانهای اقتصادی که ایجاد میشه، که مثلا اوضاع خانواده از نظر اقتصادی پریشان میشه، اعصاب این مرد خونه خرابه یک مقداری. بله. زن باید درشتی او رو مرهم بگذاره، مرهم نرم کننده. اگر این رقم بوده باشه همین کلام حضرت علی علیه السلام، لن لمن غالبک یوشک انت لین لک، اینم میشه نرمی در گفتار. نرمی سومی که باز میشه انسان او رو یاد کنه لینت و نرمی در چهره است. یعنی مردم وقتی که ما رو میبینن اولین سطح ارتباط گیری ما با مردم یک چهره است، یک سخنه دیگه نه؟ بله. با انسان اگر چهره بسته و دوگ میبینن ببینن ارتباط ها همونجوگا تعطیله. یا اگر چهره بازی بود اما سخن رو که شروع کردیم تند بود، گزنده بود، متاسفانه تو اما با بیادبی بود، باز هم اون ارتباط ها به همونجوگا پرونده و بسته میشه. بله. پس هم باید چهره باز بوده باشد، همون که در روایت گفتن المؤمنو بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، اگر مؤمن ناراحتی داره این ناراحتی رو باید درون قلب خود خوب بیای سرریز کنه، همونجوگا این محدود کنه، اما شادیهای و سروری رو باید در چهره و نمایان باشه، مردم از ما یک لبخندی ببینند. بله. یک چهره بازی ببینند. در روایت هست الق اخاک، امام صادق سلام الله علیه می فرمایند الق اخاک به وجه منبسط، یعنی با یک صورت باز، با یک چهره گشاده به استقبال برادر ایمانی خوب رو، یعنی در تعاملاتی که با او داری و در چهره تو قرار هست ظهور و بروز بکنه، سعی کن بیشتر از اینکه اخم داشته باشی مهر داشته باشی.
بیشتر از این که خشم و کینه و غضب در چهره تو هویدا بوده باشه، اجازه بده که مهر و محبت میدانداری کنه. به خیلی مهمه. پیغمبر اسلام همین رقم بود. در روایات هست وقتی که سیره پیغمبر رو آدم مطالعه میکنه میگه کان رسول الله، پیغمبر اسلام ویژگی هایی داشت از جمله لین الخلق، اخلاق خوشی داشت، صورت باز و گشاده با مردم برخورد میکرد. این رقم نبود که هر که پیغمبر رو میدید مثلا به یاد قرض خوب بفته، به یاد بدهکاری ها خوب بیایه بفته، این رقم نباشه. به قول بنده خدای پیامک واریز باشیم، نه پیامک برداشت. یعنی یک پولی که به حساب ما میایه معمولا خوشحال میشیم دیگه، و وقتی که پول از حساب کم میشه و بانک با آدم پیامک میده که حقیقت پول کم شده، این آدم ناراحت میشه. بله. و این توصیه همینه که انسان باید وقتی که با دیگران ملاقات میکنه، این ملاقات این آدم، حدیثی که از امام صادق فرمودید، یعنی وقتی که انسان های آدم ببینه، باید از چهره آدم و سیمای آدم ملح و شاد باشه که دیگران هم این انرژی مثبت رو دریافت کنه. عرض کردم از ویژگی های مؤمنیه که همینه. در روایات باز با این کلید واژه هم آمدن گفتن که از نشانه های مؤمن طلاقة الوجه، یعنی گشاده رو باشه. بله، گشاده روی یکی از ویژگی های مؤمنینه. عده متاسفانه از ماها چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، فکر میکنن که اگر انسان خواسته باشه یک چهره ای داشته باشه که مردم از او حساب ببرن، یک حالتی بوده باشه که مردم بیاین مثلا از او کم بترسن، ابهت آدم به دل اینا باشه، مگر حتما آدم اخم کنه. همین نکته بود من میخواستم که سوال کنم. حالا خود شما اشاره فرمودید درباره زندگی پیامبر هم مطرح هست. فکر کنم دو چیز اینجا اشتباه شده باشه، بین صلابت و خشونت و عبوسی. پیامبر رهبر جامعه بود دیگه، مخصوصا تا وقتی که در مکه بودن، بر صورت اون پیامبری و رهبر معنویش که بود، و بعد از اون وقتی که در مدینه آمدن، خب اینجا از نظر مدیریت سیاسی هم به عهده گرفتن، و بعد از اون در اواخر عمرشان یک جغرافیای بزرگی در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار داشت، و اینا خب مجبور شدن به جنگ هایی، یا در واقع بخش های جنگ هایی به اینا تحمیل شد، یا در یک جاهای کار به جنگ کشید. و اینها اینجا در عین حال در آیا پیامبر آنچه که قرآن توصیف میکنه که نرم خو و قلب نرمی داشته و خوش سخن بوده پیامبر، آیا این محدود به همی پیروایش و کسایی بوده که پیامبر قبول داشتن، یا با مخالفا هم همین قسم برخورد میکردن، یا اونجا خشونت و بد اخلاقی بوده؟ قطعا پیغمبر بد اخلاق نبوده. بله، پیغمبر وقتی که انا ارسلناک رحمتا للعالمین است، للعالمین برای تمام موجودات، نمه انسان. بله. که بعد ما بگم حتما باید مسلمان باشی پیرو پیغمبر. پیغمبر اسباب رحمت برای تمام مخلوقات و موجودات. بله. چی انسان باشه، چی انسان مسلمان باشه، چی هم غیر مسلمان، پیغمبر رحمته. منتها انسان باید ببیند پیغمبر دو تا چهره داره. او چهره ای که ما بیشتر از پیغمبر میبینیم چهره مهر پیغمبره. بله. اما در کنار این مهر پیغمبر قهر هم داره، در کنار این رحم پیغمبر غضب هم داره. همون که قرآن گفت محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بله. مهم اینه که انسان بداند که در پیش چه کسی رحماء باشه و در مقابل چه کسی اشداء بوده. خب همینجا این که پیامبر بله در برابر کفار اشداء بوده، یعنی صلابت داشته، همین نکته رو من میخوایم که جناب عالی واضح بفرمایید. بعضی ها ایره اشتباه میگیرن، این از شدید بودن یا استوار بودن و صلابت داشتن در برابر دشمن رو اشتباه میگیره با بد اخلاقی. و بعضی از بد اخلاقی هایی که امروز در رفتار اجتماعی یا فردی ما دیده میشه، ممکنه اینا بیاین این قسمی توجیه کنه که پیامبر که مثلا جنگ کرد، پیامبر با کافراش در علیه کافراش شمشیر کشید، پیامبر اونجا این خشونت رو به کار برد. در این قسمت اگر شما یک مقدار توضیح بدین. نه کنین، پیغمبر جنگ کردن، اما جنگ های پیغمبر جنگ ابتدایی نبوده.
جنگ هایی که آن رسول الله می رفتن بله جنگ های دفاعی بوده، خب یعنی جنگی بوده علیه پیغمبر می آمدن انجام می دادن پیغمبرم. بله وقتی که آدم سوال دشمن من اینه، در همین جنگ هم که کردن، آیا پیامبر جنگشون همراه با بد اخلاقی یا قطعا نه، قطعا تعبیر نبوده، امروزیش مثلا رفتارهای خلاق غیر انسانی بوده قطعا از مسلمان نبوده، ها و پیامبر سر می ما زدن؟ در ناکنیم چون امروز کتاب در بین مسلمان ها یک چیز عادی شده، وقتی که کسی را قبول نداشته باشیم او را می خواهیم زیر پای خود او را بشکنیم و توجیه کنیم که بالاخره این مخالف از هم عقیده ما نیست، این نمی دانم فلان رقم آدم است. همین درس بله. ما بخوایم امروز از رفتار پیامبر بگیریم، آیا پیامبر چه قسمی بوده در برخورد با این پیامبر خوش اخلاق، پیامبر که قلب مهربانی داشته در برابر در برخورد با مخالف چه بله. قسم بوده؟ نه کنن پیغمبر جنگ کرده، بله. نکته مهم اینه که ما ببینیم که این جنگ های پیغمبر اولا ابتدایی نبوده، تحمیلی بوده. بله. ثانیاً همین جنگ های تحمیلی هم که پیغمبر داره جنگ میکنه، میگه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، با شما خوش اخلاقی و اون رأفت رو در عین جنگ هم در مقابل پیغمبر داریم مشاهده میکنیم. لذا پیغمبر به اصحاب خود آمدن سفارش کردن که اگر جنگ کردین متعرض زنان و کودکان نشین، بله اونها قشر آسیب پذیرن، به اونها کار نداشته باشین. اگر رفتین جنگ کردین اون آبی که به شکل عمومی همه دارن استفاده میکنن او اجازه ندارین ببندین، یعنی آنچه که امروز تحت عنوان اخلاق جنگ یاد بله. میشه ازش و او زمان پیامبر، یعنی 1400 سال قبل این نکات رو به مسلمان ها یادآور میشدن. یا مثلا شما خواسته باشین حتی به موجودات زنده غیر از انسان خواسته باشیم در جنگ آسیب برسانیم، این اجازه رو ندارن درخت رو بیاییم قطع کنیم. ایک ناکنه پیغمبر جنگ رگنه، بله بله، اما نگاه رحیمانه پیغمبر رو در اوج جنگ هم آدم میتونه من مشاهده همین کنه. نکتر میخواستم که بله. به شما برای بینندگان بفرمایید بله. که به چه قسم و در بوده. این حال فرمودن کسی آمده مقابل شما شمشیر کشیده، قصد کشتن و برانداختن شما رو داره، بله. حال آمد از دم تیغ شما فرار کرد، دیگه دنبال نکو تعقیب نکو که تو خودم جنگ دیشتی، حال از پیش ما فرار کردی، من تو تعقیب میکنم که تو رو بکشم. درست. پیغمبر فرمودن اون کسی که از دست شما گریخته او رو تعقیب نکنین، یا کسی که آمد اسیر شما شد با یه اسیر مدارا کنین. در یکی از جنگ ها بود یکی از اصحاب بزرگوار پیغمبر عده از این اسیران رو از کنار کشته ها عبور داد، پیغمبر فرمودن رحمت به دلتونیه؟ اینها با یعنی توبیخش هم... کرد، بله، ملامتش کرد. همین پیغمبری که رحمت هست آمد از سر رحمت این صحابی بزرگوار خود رو توبیخ کرد که چرا این کار رو میکنی؟ بله. اینها با هم بودن، رفیق هم بودن، خویشاوندان هم بودن، حالا کشته های رفیق های اونها رو زمین رها بوده باشه، شما عمدن بیاین اینها رو از کنار اونها بگذارین؟ یا مثلا بعد از فتح مکه یکی از اصحاب پیغمبر صدا رو بلند کرد که الیوم یوم الملحمه، امروز دیگه روز واویلای برای شما مشرکین، امروز دیگه دمار از روزگار شما رو ما در میاریم. بعد از اینکه پیغمبر مکه رو فتح کرده بودن، باز پیغمبر همی صحابی رو آمدن گفتن نگو الیوم یوم الملحمه، بلکه که بگو الیوم یوم الملحمه، یعنی کاملا 180 درجه برعکس آنچه که او گفته بود. این میشه انا ارسلناک رحمت للعالمین، داره آمد. جنگ میکنه اما اخلاق در جنگ رو فراموش نمیکنه، چون اخلاق در جنگ رو پایبند هست. بله. در جنگ فتح خیبر بود یک چوپانی بود گوسفندان یهودیان رو میچران، بله. خودم یهودی بود، آمد و مسلمان شد. ببینید پیغمبر چقدر به اصول اخلاقی معتقده، آمد و مسلمان شد با اینکه ارتش اسلام هم هیچ آذوقه ای نداشتن، حتی برخ از حیوانات رو آمدن ذبح میکردن میخوردن. بله. پیغمبر وقتی که این شخص مسلمان شد فرمود این گوسفندان ملک خودتونه یا از دیگران، گفت مال یهودی های، فرمود برو اول تسلیم اونها بکو بعد بیا. و طرف رفت تسلیم کرد و برخی که برمیگشت او رو خود یهودی ها کشتن، به شهادت رسید. یک شخص چرا مسلمان شد؟ بله مسلمان شده بود، یک رکعت نمازم نکن وارد بهشتم میشه. این اخلاق خوشیه که پیغمبر همیشه داره. پس اینم شد یک قسمت از خوش لینت و نرم خویی که ما آمدیم گفتیم
فبما رحمت من الله لنت لهم در پیغمبر هست. اما او قسم اخیری که خب شاید وقت هم کمتر مونده باشه، حدود 3 دقیقه وقت داریم، بله، اینه که این نرمی در رفتار انسان ظهور و بروز بکنه. انسان در عمل کرد خود نرم و ملایم با دیگران بوده باشه، با او بدی میکنن اما ادفع بالتی هی احسن بوده باشد. اگر ما میبینیم که پیغمبر گروه گروه رو آمد وارد در دین اسلام کرد، و اوائلم فقط هزینه مسلمان شدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا بود، نمیشدن، مقاومت میکردن در مقابل پیغمبر، اما همین اخلاق خوش پیغمبر رو که دیدن، بله، همین خوش برخوردی ها، خوش اخلاقی ها، لینت هایی که از پیغمبر مشاهده میکردن، سبب شد که دسته دسته بیان و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این همین آیه شریفه است که فبما رحمت من الله لنت لهم. قرآن میگه یکی از راه های جذب دیگران همینه، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه، او کسی که دشمن شماست، به خون شما تشنه، اگر ببینه که شما دارید با او برخورد درست نمی کنی، او هم شود فاذا هو ولی حمیم، رفیق صمیمی میشه. و پیغمبر خیلی ها رو این رقم جذب کرده بود، یعنی با نرمی که در رفتار خودش پیغمبر خیلی ها رو آمد جذب کرد، که گفت لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازیم برود. انسان تشنه محبت است. امام عسکری علیه السلام میفرمان الانسان و عبید الاحسان، انسان تشنه محبته، هر که محبت بکنه انسان دلداده او میشه. پیغمبر به مردم مهر ورزید، خوش اخلاق بود، خوش برخورد بود، ملایمت داشت با اونها، با مردم مدارا میکرد. این روایت رو پیغمبر در مجامع شیعه و سنی نقل شده است که ما انبیا امرنا به مدارات الناس، ما امر شدیم که با مردم مدارا کنیم، کما امرنا به اداء الفرائض، همچنان که ما باید به مردم امر به نماز کنیم، اونها رو دعوت به جهاد کنیم، اونها رو مثلا به نماز خوندن و روزه گرفتن و حج و زکات و اینها امر کنیم، پیغمبر فرمودن امرنا به مدارات الناس، باید ما مردم بسازیم، مدارا کنیم با مردم. و این مدارا کردن یکی از مهمترین شگردهای مدیریتی پیغمبر اسلام بود، که برخواسته از همون لینتی بود که در رفتار پیغمبر دیش. حالا میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، لینت در قلب داره، در زبان داره، در چهره داره، در عمل کرد هم داره. بعد از این که این قسمت رو بیان کرد، بعد میگه ولو کنت فزن غلیظ القلب، فز یعنی تندخو بودن، بله، در گفتار. و ادامه آیه هم که میگه ولو کنت فزن غلیظ القلب، یک مقداری سخت دل می بودی در رفتار، اگر چنین می بودی، بله، یعنی نبودی، بله، نیستی، لو امتناعی است، بله، به تعبیر ادبا میگه اگر شما بر فرض محال چنین می بودی، مردم دیگه دور شما رو خلوت میکردن. یک پدر از نظر احساسی عاطفی آدم وابسته ای بود، بله، اما اگر تندخو بوده باشه حتی بچه مور قبول نمیکنه، همسر مور نمیپذیره. حالا پیغمبرم که باشه باز به همین شکله. در ادامه، بله، 3 تا راهکار برای سلوک، بله، اجتماعی مطرح میشه که خب فکر نکنم، بله، قطعا وقت برنامه ما تمام است و انشالله که ادامه بحث رو در جلسه آینده ادامه بدیم در خدمت بینندگان محترم. همین قول رو از حضرت عالی بگیریم انشالله که باز هم از زبان شما و با کلمات قرآن، به کمک قرآن و کلام وحی انشالله با پیامبر ما بیشتر آشنا شویم. انشالله که خداوند ما را بیشتر با پیامبرش مانوس کنه و اخلاق ما را هم اخلاق محمدی قرار بدهد انشالله. بینندگان محترم، سپاسگزار هستیم که برنامه رو تا اینجا دیدید و ما رو همراهی کردید. فراموش نشه در سایت هادی، تلویزیون جهانی هادی، و همینطور در آپارات و در یوتیوب و در فیسبوک و همینطور پیام رسانه های تلگرام و واتساپ شما میتونید این برنامه ها رو دنبال کنید. تکرار این برنامه رو میتونید فردای
پخش زنده بعد از اذان ظهر کابل می توانید شما تماشا کنید. قطعا اگر پیشنهاد و انتقاد دارید، نظرهای رهگشای خودتون را دریغ نفرمایید و از طریق پول ارتباطی مثبت 964-780-255-4013 با ما در میان بگذارید. خب همراه با کارشناس محترم از شما عزیزان خداحافظی میکنم. سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.